سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اعتراضات گسترده اخیر مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، اعتراضاتی که با علیه گران شدن بنزین آغاز شد و با شعارهایی در مسیر براندازی جمهوری اسلامی ادامه یافت. پیامدهای آن چه بوده است؟ واکنش دولت‌های آزاد در این زمینه چه بوده و چگونه می‌توانند همراه با خواسته‌های مردم ایران شوند بر اساس ارزش‌های اعلام شده دولت‌های آزاد؟ پرسش‌ها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان امشب تفسیر خبر در بخش نخست برنامه، آقای مهران براتی، فعال سیاسی، تحلیلگر سیاسی و استاد پیشین دانشگاه در برلین، و در پاریس آقای جلال ایجادی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه. در نیمه دوم برنامه میهمان دیگری خواهیم داشت. این رو همینجا اشاره بکنم که قرار بود طبق وعده پیشین امشب آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار ایرانی، سردبیر پیشین کیهان در پیش از انقلاب در تهران با ما باشند. متاسفانه از روز گذشته دچار کسالتی شدند، مراجعه به بیمارستان، و امیدواریم که هرچه زودتر حال ایشون خوب بشه، بهبود پیدا کنند و به زودی با من و شما در تفسیر خبر باشن. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر پس از گذری به گوشه ای از ایران در روزهای اخیر. برای صرفه‌جویی در وقت من به هر دو مهمان گرامی به طور مشترک سلام و خوش آمد میگم و به برلین میریم به اتفاق آقای ایجادی و آقای براتین. پرسش شما به عنوان یک ناظر دقیق رویدادهای ایران، وقتی اعتراضات اخیر رو با اعتراضات مشابه در سالهای پیش 96، دی ماه 96 و پیش از اون پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری مقایسه میکنید، به ما چه خواهید گفت؟ چه تحولی، چه پیشرفتی در مطالبات مردم میبینید و چه خصوصیات؟ خب به گفته سیاستمداران نظام حاکم در ایران، این جنبشی که کیفیت یک قیام سراسری رو داشت متفاوت هست با اونچه که در گذشته بوده. ترکیب جمعیتی اون بسیار عوض شده. به گفته باز خود حکومتگران، این اعتراضات بیشتر در نواحی که حاشیه‌های کشوری محسوب میشن، مثل خوزستان یا بلوچستان، انجام گرفته. باز به گفته خودشون در 5000 نقطه کشور این انجام گرفته. از همه استانهای کشور گویا فقط از 3 استان فقط 4 استان شرکت نداشتن، بقیه استانها شرکت داشتن. در تهران بیش از 100 نقطه تظاهرات وجود داشته. خواستها دیگر با گذشته کاملا متفاوت بوده. میتونیم بگیم که خواستها به سوی پایان نظام جمهوری رفته. شعارها در این جهت بوده که دیگر مردم تحمل وضع موجود رو ندارن، خواهان رفتن حکومتگران هستن. به ویژه روی سخن با آیت الله خامنه‌ای بوده که ایشون رو مقصر اصلی در این مسئله میدونستن. خب این ترسی رو که در حکومت به وجود آورده با گذشته متفاوته. خب شما میدونید دیگه، آقای خامنه‌ای و دیگر سران گفتن یک
این یک اعلان جنگ جهانی علیه جمهوری اسلامی بوده، در حقیقت اعلان جنگ ملی علیه جمهوری اسلامی بوده. کشورهای دیگر اعلان جنگی نکردن، اعلان جنگ ملی بوده. ولی به نظر میاد که حکومت به ترس و وحشت افتاده و همین دلیل هم سرکوب‌ها بسیار شدیدتر از گذشته شده. گویا به لحاظ عددی صحبت از 7000 زندانی میکنن دستگیر شده، ما اطلاع از 250 نفر کشته داریم، ولی تعداد دستگیر شدگان به مراتب بیشتر هست. و همین دیروز اطلاعی رسید، نمیدونم که واقعا درست هست یا نه، اینکه اعدامهایی رو در بیابانها به ویژه در خوزستان شروع کردن. خب ما اطلاع کافی در این مورد نداریم، پرسجوهامون رو ادامه میدیم تا در مقابل عکس‌العمل لازم رو در سطح خارج انجام بدیم. و همین پرسش از شما آقای جلال ایجادی، در تظاهرات اعتراضاتی که با اعتراض علیه گرونی بنزین آغاز شد و در چند قدم بلافاصله تبدیل شد به شعارهایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این سرعت رو نسبت به تظاهرات پیشتر چگونه می‌بینید و تحولاتی که در این قیاس به ما خواهید گفت؟ در پیرو به صحبت‌هایی که مطرح شد و من کاملا با این صحبت‌ها موافق هستم، ما اگر نگاه بکنیم به روند جنبش در این سالهای جمهوری اسلامی، 40 سال از جمهوری اسلامی می‌گذرد. 10 سال پیش ما مواجه بودیم با جنبش سال 88. اون جنبش جنبشی بود در درون نظام، رهبرانی داشت مانند آقایان کروبی و موسوی و به خط طلایی آیت الله خمینی در واقع هنوز امید داشتند. حال آنکه پس از اون 10 سالی که گذشته در لحظه کنونی ما با یک تحول بسیار عمیق و کیفی مواجه هستیم، زیرا شعارهایی که در این جنبش مطرح شد، علارغم اینکه در گام اول مسئله اعتراض به گرانی بنزین بود، ولی بلافاصله و به شکل وسیع تمام شعارها مربوط بود به ضد حکومت جمهوری اسلامی، علیه ولایت فقیه، علیه خامنه‌ای، علیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه نه اسلام نه قرآن، جان فدای ایران و غیر و غیره. پس بنابراین مضامین این شعارها بیان یک چیز روشن هست و اون چیز یعنی گذر کردن از این نظام، کلیت این نظام زیر سوال رفته، امید و اعتماد کاملا نسبت به این حکومت اسلامی از بین رفته و به اصطلاح کنار گذاشته شده. آنچه که امروز ما در این جامعه مواجه هستیم، به هر حال یک اقلیتی از خانواده ها، کسانی که از قبل این نظام در واقع نون میخورند و به جایگاهی رسیدن، جز یک اقلیت محدود نسبت به کل جامعه، یعنی 85 میلیونی که در این جامعه هستن، اکثریت اینها عملا یا به شکل فعالانه علیه رژیم اعتراض خودشون رو میرسونن، یا اینکه اگر هم شرکت عملی نداشته باشن، اعتراضات و مخالفت خودشون رو نسبت به این رژیم در واقع به گوش ما میرسونن. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاده، ما در واقع مواجه هستیم با یک جنبش سیاسی. حتی من تأکید میکنم تمایلی هست حتی به سوی یک حکومت سکولار، زیرا آنها در واقع دیدن تمام زیانهایی که ناشی از این حکومت دینی بوده. و امروز هم برابر این رژیم جمهوری اسلامی، چون میدانست این گونه حرکت ها در این دوره‌ای که در واقع اونها پایگاه خودشون کاملا از دست دادن و فقط به زور نیزه و به زور استبداد و شکستن شبکه‌های اجتماعی میتونن خودشون به پا نگه دارن، بنابراین تمام ماشین خشونت رو از همون ابتدا علیه جنبش به کار گرفت. آقای براتی، صحبت در همین جاست. ببینید، مردم به خیابون اومدن، اعتراضات بسیار مسالمت‌آمیزی رو انجام دادن، خواستار اعتراض کردن به گرونی بنزین. حکومت بلافاصله دست به اسلحه برد. خیلی هم اشاره میکنن که اگر خشونتی اعمال بشه میشه سوریه، حال اون که در سوریه هم همین بود. مردم سوریه اومدن به خیابون، اعتراضاتی داشتن، اعتراضاتشون حکومت به طرف خشونت بود. آیا
این صحنه رو وقتی شما نگاه میکنید چه کسی خواستار خشونت؟ مردمی که میان، جوانی که آینده نداره، مادری که فرزندش در زندانه، کسانی که کسانشون در زندانها کشته شدن، اعدام شدن تا این سالها، میان مسالمت آمیز اعتراض میکنن، مورد اهانت، تحقیر، سرکوب قرار میگیرن، از دو متری به اونها شلیک میشه. دختر 14 ساله نیکتا اسفندانی به ضرب گلوله در خیابون کشورش کشته میشه. آیا میشه انتظار داشت که مردم واکنشی نداشته باشن و توصیه های جین شارپ رو فقط به کار ببرن؟ تفسیر شما رو میشنویم. خب ما امیدواریم که روال کار با توصیه های جین شارپ پیش بره، اما یک واقعیت هم هست. وقتی یک ملتی 40 سال یا لااقل بگیم در این 10-12 سال گذشته مبارزات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز رو انجام داده و هر بار با سرکوب شدیدتری مواجه شده، خب این میتونه این نتیجه هم داشته باشه که مردم به این نتیجه برسن که این گونه شهروندانه رفتار کردن در مقابل با این حکومت فایده نداره و باید رفت به سوی مبارزه به شکل دیگریش، حالا مسلحانه یا دیگر. خب ما نتایج مبارزه مسلحانه را هم در کشورهای دیگر دیدیم، ولی همیشه همه حرکات اجتماعی قابل کنترل نیستند. یعنی یه نوع دینامیکی در رفتار مردم، در رفتار ملت هست که از یک زمانی به بعد که از همه چیز ناامید بشن، اون وقت رو به حرکاتی میبرن که دیگر ما اون رو نمیتونیم بگیم حرکات خشونت پرهیز هستن، در حقیقت مقابله به مثل میخوام بکنن و این خودش باعث کشتار بسیار بسیار گستردهی میان مردم و حتی حکومتگران میشه. الان هم اینطور که برسان مردم با چوب و سنگ و چیزهایی که اینجوری دم دستشون بود از خودشون دفاع میکردن و تعداد قابل ملاحظه از نیروهای حکومتی رو هم زخمی کردن با همین سنگ و چوبی که در اختیار داشتن، در مقابل کشته شدن، از هلیکوپتر به اونا تیراندازی شده، به مغز و سر و چهرهشون تیراندازی شده، هدفمند به قلبشون تیراندازی شده و از بین رفتن. این اینطور نخواهد ماند. این کاری که الان در ایران انجام گرفته جنایت علیه بشریت هست جناب آقای چالنگی، و همین دلیل هم تنها رایی که ما الان در مقابله میبینیم در سطح بین المللی این هست که حکومت رو به شورای امنیت سازمان ملل بکشیم تحت عنوان جنایت علیه بشریت. فصل 7 منشور سازمان ملل یک مصوبه ای از طرف دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت بره، شورای امنیت تشخیص بده که اینجا یک جنایتی انجام گرفته، بسیار سیستماتیک است از بعد به انقلاب تا کنون و در این سالها تشدید پیدا کرده و به ویژه مثالهای عجیب غریبی هم لازم نداره، همین که کسانی رو میکشن و جنازه ها رو تحویل خانواده ها ندادن، خود همین یک بند جنایت علیه بشریت هست. حال اون وقت شورای امنیت الان این کاری که انجام گرفته، ما این نامه رو به سازمان ملل دبیرکل نوشتیم، رونوشتش رو به اعضایی که الان عضو 15 عضو کنونی شورای امنیت هم فرستادیم. کشورهای کوچک در شورای امنیت به احتمال قوی مدافع این طرح در شورای امنیت خواهند شد. این دیگه بستگی داره که آیا چین و روسیه هنوز اون چهره رو داشته باشن که بخوان در مقابل ملت ایران بیستن و از حق وتوشون استفاده کنن یا نه. اگرم باز این باشه، ما مسئله رو باید ببریم به مجمع عمومی سازمان ملل با رأی 2/3 اونجا، اون وقت این کار رو ادامه بدیم. ما فعلا راه مقابله در سطح بین المللی فقط این ابزار رو داریم. حالا نمیدونیم دولت‌های دیگر، آمریکا و اروپا چه کار خواهند کرد، ولی این کاریست که ما میتونیم بکنیم و به عنوان شورای گذار این کار رو انجام دادیم.
یعنی شما در شورای مدیریت گذار، بله من دیدم که نامه‌ای به سازمان ملل و همینطور اتحادیه اروپا نوشتید. به این موضوع حتما خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. من فقط یک توضیح بدم، آقای جین شارپ که سال گذشته در گذشت اینجا استاد دانشگاه بود، از اساتید سرشناس علوم سیاسی بود، شیوه های مبارزات مدنی، کارها و آثاری که در این زمینه نوشته بسیار مشهور هست، در بسیاری از جاها مورد استفاده قرار گرفته، اما به هر حال نقایص و انتقاداتی هم متوجهش هست که این شیوه ها در چه کشورهایی به چه شکلهایی عمل میکنه، در کشورهایی مانند با استبداد دینی، چون حکومت ایران تنها حکومت دینی رسما دینی هست که در جهان وجود داره، چه در قرن بیستم یا چه در قرن بیست و یکم، فارغ از اسامی دیگری که هست، جمهوری اسلامی در مثلا پاکستان یا سودان، ولی به طور رسمی یک روحانی در صدر حکومتی که در برابر کسی جز خداوند به روایت خود، خدایی که خود توصیف میکنه، مسئول نیست. ما در اینجا هیچ کس رو، هیچ سازمانی و هیچ فردی رو به اعمال خشونت تشویق نمیکنیم یا جنگ مسلحانه، اما بحث بر سر اینه که حکومت داره به سمتی میبره جامعه رو، به سمتی میبره که در دفاع از جان هر روشی به کار ببرید میشه اسامی مختلفی بشناد. یک نمونه میشنویم از یک جوان جان به لب رسیده ایران که چه میگو. لرستان دلاورانه جنگید، خوزستان دلاورانه جنگید، کرمانشاه دلاورانه داره میجنگه، رشت رشت با غیرت، ماشاءالله به ایران، تیکه تیکتون میکنن، وقت رفتنتونه. بچه های سپاه، شما اگر به خاطر حضرت زهرا و حضرت زینب بوده، اینا نشون دادن که نه دین دارن نه ایرانی هم. اگر سمت مردم تی بچه های زمانه جنگ میگفتن اسلحه لوله تفنگ سمت هموطن حرومه، اینا دارن میرن، اینا کی هم که میرن موبایل میدوزن، اینا کی هم که شیشه ماشین مردم رو میشکنن، اینا کی هم که با چاقو میزنن تو شکم دختر مردم میگن، ولی هیچ کی دیگه نمیترسه. این گردن آماده است واسه اعدام، این سینه رو بزن وقتی بچه 13 ساله رو پرپر میکنی. ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. بله، و تفسیر شما رو میشنویم آقای جلال ایجادی. شنیدیم، دیدیم یک جوان ایرانی، این وضعیتی که حکومت در ایران به وجود آورده، این وضعیتی که در برابر کوچکترین اعتراض دست به اسلحه میبره، در برابر جوانان مردم، در برابر معترضین، مردمی که مسائل و مشکلاتشون خود همین رژیم به وجود آورده. بفرمایید. بله، نقطه نظراتی که شما مطرح میکنید کاملا صحیح است. یکی از دانشیان ایران فیلمش رو داشتم نگاه میکردم، مطرح میکرد که ما چگونه باید اعتراض خود رو مطرح بکنیم که به ما رو به عنوان افراد شرور، افراد ضد انقلاب، افراد با وسیله به خارج تلقی نکنند. و در ارتباط با این پرسش جواب میخواست به عنوان یک شهروندی که در دل ایران زندگی می‌کنه. حال زمانی که ما در ارتباط با حرکت‌هایی که در جامعه روی میده، حرکت‌های اعتراضی بسیاری در جوامعی که عادی هست و به هر حال قدرت دولتی هست، حداقل این هست که نسبت به حرکت‌ها در واقع اقدام بشه برای پراکنده کردن، برای احتمالاً از استفاده از آب‌های آتش نشانی ها، در ارتباط با اینکه به هر حال حضور متمرکز پلیس باشه و غیر ذالک. حال آنکه ما در ارتباط با شرایط ایران کاملا از این وضعیت به دور هست، یعنی مستقیما حکومت اسلامی با این ایده هست و با این کردار از همون لحظه وارد میدان میشه برای کشتار. هیچ گونه منطقه به صلاح مدیریت اعتراضای اجتماعی در این زمینه وجود نداره و فقط و فقط یک خط در نظر گرفته شده و اون هم خط کشتن مردم. وقتی که شما نگاه بکنید که چگونه به شکل بسیار بسیار گسترده افراد رو مورد هدف قرار میدن، میکشن در درون خیابان، در درون روی به صلاح پیاده‌روها، جسدهای انسان‌ها افتاده و حتی مأمور دولتی، حتی شما ماشین آتش نشانی
یا مسائل مربوط که به ارزم وجود که بیمارستان ها نیروهای امداد رو هرگز نمیبینید، بلافاصله میکشن و برای اینکه این رو از صحنه خارج بکنن این پیکر بیجان رو میکشن در درون خیابون ها تا ببرن در جایی در واقع اون رو پنهان بکنن. مدارس رو تبدیل میکنن به بازداشتگاه و شکنجهگاه های موقتی و غیر و غیره. پس بنابراین ما امروز واقعا با این سوال مواجه هستیم، همطور که شما هم مطرح کردید، ما به عنوان کوچندگان سیاست، سازمان های سیاسی گوناگونی که مسئول هستند، فراخانی برای به کار گرفتن اسلحه نداشتن و ندارن، ولیکن به هر حال این رژیم هست که عملا خشونت رو به جامعه و معترضین جامعه داره تحمیل میکنه و به ناگزیر میشود این انتظار رو داشت که به این ترتیب بخشی از این معترضین در فردای دیگر عملا دست به سلاح ببرن برای دفاع از خود در برابر جمهوری اسلامی. همین نکته رو بگم، در آمریکا در قانون اساسی از این بابت مسلح بودن یا اسلحه داشتن مردم آمریکا توصیه کرده که دولت از این امتیاز داشتن اسلحه برخوردار نباشه به تنهایی و صدی باشه. طرفداران حمله اسلحه در آمریکا استناد میکنن این صدی است در برابر رفتن به سمت دیکتاتوری در آمریکا. هنگامه واحدیان شاهرودی، دختر نازنین ایران، دختر آقای عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، قطعا آقای براتی در جریان هستید، شما هم آقای ایجادی، در توییتر خودش امروز من دیدم که نگران وضعیت زندانیان هست، نگران وضعیت پدرشون هستن، پدرشون اطلاع دادن، کسان دیگه احتمالاً اطلاع دقیق نیست که قصد کشتار حتی زندانیان دارن، مثل دعیش هست. گوشه رو میبینیم در تلویزیونی که با پول مردم به پا شده، ساخته شده، توسط انقلاب مصادره شده، اشغال شده، می نشینن و این حرفا رو هم زده میشه. مفسر قرآن با تفسیر یک جانبه، ببینیم در تلویزیونی که کودکان حتی میبینن چه تصویری میده، با هم میبینیم چه کنیم. سه تا حکم داده، اینا که الان در زندان ماین سه حکم دارن، تا عارف معارف هم نداریم. من آیه معنا میکنم، اینها عادلشان دادم ان یقتلو زجر کش بشوند، او یسلبو به دار آویخته بشوند. بعد میگه با بد وضعی قطع بشود، بریده بشود دست را، دست راستشون با پای چپشون. خیلی حرفا، یه دست راست بریده بشود 4 انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع. او یونفو من الارض و نفی بلد، تبعید بشود، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره، بفرستن در وسط دریا، یه کشتی قرازم گیر میاد بالاخره، اونجا زندگی کنه تا بمیره. بله، همونطور که مشاهده کردیم و حتی این مفسر حکومتی توضیح نمیده که این آیات قرآنی آیات دیگری هم هست که چگونه در برابر ظلم به پا خیزید و چگونه در برابر ظلم قیام کنید و چگونه در برابر ظلم. فرض این مفسر قرآنی این هست که مظهر عدالت هست این حکومت و مظهر حکومت خداوندی هست و بقیه مثلا کاری کردن که حجاج ابن یوسف ثقفی هم روسفید شد در برابر آنچی که ولایت فقیه در ایران انجام داد. از این موضوع فعلا میگذریم. و آقای براتی، شما اشاره کردید نامه هایی که بیانیه هایی که برای نهادهای بین المللی فرستاد، از جمله برای اتحادیه اروپا، اما خبری نیست. ما میبینیم کشورهای اروپایی عملا سیاستهای چندگانهی رو در برابر رویدادهای ایران دارن، از آلمان گرفته تا فرانسه تا انگلیس. به ما چه خواهید گفت این سیاستها تا کی میتونه، این سیاست شبه مماشات تا کی میتونه ادامه پیدا کنه در برابر اون چی که در ایران میگذره، کشتاری که در ایران انجام شد؟
البته همه کشورهای اتحادیه اروپا یک روش رو ندارن. ما در هفته گذشته شاهد بودیم که به ویژه فرانسه و مطبوعات فرانسه گزارشات خیلی دقیقی راجع به ایران آوردن، به ویژه لیبراسیون که صفحه اولش رو در اختیار گذاشت، همینطور لموند و مجلات دیگر. در آلمان هم به همین ترتیبه. در نامه‌ای که من به وزیر خارجه آلمان نوشته بودم، رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه به ما پاسخ داد و تقریبا تایید کرد همه مواضع ما رو در مورد مسائلی که مربوط به احقاق حقوق بشر میشه و اعتراض دولت آلمان رو به اینها. همینطور از پارلمان اروپا، از فراکسیون سبزها، از فراکسیون سوسیال دموکراتها و لیبرالها ما پاسخهایی در همین سطح داشتیم. منتها الان به خاطر اینکه این کمیسیون جدید اتحادیه اروپا تازه امروز به اصطلاح کامل شده و پارلمان کارش رو به طور رسمی اونطوری شروع نکرده بود، از اول دسامبر قرار کمه کارها به راه بیفته، خب ما شاهد این خواهیم بود که حتما از پارلمان اروپا ما اعتراضات شدیدی خواهیم داشت. فکر میکنم به طور کلی راه و روش عوض خواهد شد، چون به ویژه آمریکا هم فشار میاره در این جهت که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی الان برن همسو بشن با سیاست‌های آمریکا در مورد ایران. الان به نظر میاد که فرانسه آمادگی در این جهت نشون بده، نه به این دلیل که میخوان واقعا این در پی سرنگونی نظام حاکم باشن، ولی از هیچ زبانی رو جمهوری اسلامی، هیچ زبان خوشی رو تا به حال نپذیرفته. سیاستش در مورد ملت خودی سیاست طالبان و داعشه. تمام اون چیزی هم که شما الان تعبیر کردید و گفتید و اون فرد در تلویزیون ایران گفته بدون که یک کلامی در مقابلش گفته بشه، این اسلام طالبانی و داعشی است که در ایران. این رو اروپا هم ازش وحشت داره که جمهوری اسلامی داره کم کم میره به سوی اون نظامی که طالبانه یا نظامی که داعشه و در درگیری با دنیا. وقتی که آقای خامنه‌ای اعلام میکنه ما در جنگ با دنیا هستیم، دنیا با ما در حال جنگه، منظورش همین وضع داعشی است که اونها دنیا را در بردن به سویی که راهی براشون نمیگذارن. البته ما امیدواریم که کارها به اونجا نکشه، چون عواقب بعدش رو ملت ما خواهند داشت. هنوز ما امیدوار هستیم که بتونیم با حرکت ملی به نتیجه‌ای برسیم که حکومت داعشی دوام نداشته باشه. و تفسیر شما رو، حرف من درباره دولت‌ها هست که همونطور که آقای براتی هم اشاره کرد و در گفته من نیز بود، اینکه واکنش‌های متفاوتی دولت‌ها نشون دادن، اما واکنش‌هایی که مؤثر باشه، اثرگذار باشه، نشون داده نشده. به نظر نمیاد که این واکنش ها چندان اثرگذار باشه. تفسیر شما رو میشنم، مگر اینکه در آینده نزدیک اقدامات مشهورتری، ملموستری رو ببینیم. آقای ایجادی. جناب آقای چالنگی، اجازه بدید در ارتباط با بحث قبلی فقط یک نکته رو بگم و پس از اون میام به سوی پرسش جدید. و اون اینکه جمهوری اسلامی جمهوری هست به عنوان یک قدرت مقدس و متکی بر قرآن رسول الله. این حکومت مکانیزم ایدولوژیکی دارد که تمام مواد لازم رو برای توجیه او و حرکت‌های او تأمین می‌کنه. یعنی اگر باید مرتد و مخالف و منافق و کافر و غیر و غیره کشته بشند، در دوران پیامبر اسلام امروز نیز همین قالب فکری قابل اجرا هست. پس بنابراین مسئله این هستش که این اگر قدرتی مقدس، قدرتی امام زمانی هست، بنابراین هیچ وجه نباید مردم ما در واقع امیدی ببندن به اون پایگاه ایدولوژیکی این رژیم که از دل اون برای خود حمایتی گیر بیارن. حمایت اساسی برای مردم ما همون مسئله حقوق بشر، همون انسانیت، همان دموکراسی و رد تمامی ایدئولوژی های پست و ضد مردم هست. نکته اول. نکته دوم، در ارتباط با دولت های اروپایی، من متاسفانه حداقل با نگاهی که کردم در ارتباط با اروپا، برخورد
دولت‌های اروپا و از جمله فرانسه برخورد بسیار بسیار ضعیفی بوده. آخه شما چگونه میتوانید این رو تحمل بکنید که بر اساس صحبت‌های عفو بین‌الملل حداقل در چند روز پیش در لوموت آمده بود میگفت حدوداً 150 نفر کشته شدند و ما میدانیم که باز این مطلب حتی فراتر میشه به 300 خورده نفر، ولی کن از جانب دولت‌های اروپایی کنه واکنشی نسبت به این جنایت صورت نمیگیره. من نگاه میکردم برخورد دولت فرانسه در ارتباط با هنگ کنگ، در ارتباط با لبنان، در ارتباط با برخی کشورهای آمریکای جنوبی، بلافاصله در ارتباط با این به اصطلاح حرکت‌ها سمپاتی نشون دادن و واکنش نشون دادن. حال آنکه 150 نفر حداقل در یک جامعه کشته میشه، چه واکنشی نشون دادن؟ اگر امروز دولت فرانسه و در کنار فرانسه آلمان و غیر و غیر این چنین واکنشی نشون ندادن، به این خاطر هست. به عنوان نمونه ببینید فرانسه به مسئله رونو، به مسئله پژو، به مسئله توتال، به مسئله در واقع ایرباس ها داره فکر میکنه. فقط یک رقم دیگه خدمتون عرض میکنم، نسبت به 3 سال پیش اون زمان یعنی 2015 میزان اصطلاح فروشی که با ایران دارن، داد و ستدی که با ایران دارن، در اون زمان ایران 70 کشور مشتری فرانسه بود، امروز تبدیل شده به 49 در واقع مشتری فرانسه. یعنی چی؟ یعنی میزان داد و ستدها بالاتر رفته در این 3 سال اخیر. پس بنابراین متاسفانه یک عوام‌فریبی بسیار گسترده و دیپلماتیک کاملا ناشفافی وجود داره و خوب البته ما انتظار نباید داشته باشیم که تا یه حد توهم بالا بره. ما نسبت به دولت‌های گوناگون توهم نباید داشته باشیم، ولی که حداقلی رو میشود انتظار داشت و این حداقل اعلام همدردی با مردمی که 150 الی 300 نفر اونها توسط این جمهوری اسلامی تا به امروز کشته شدن. آقای براتی، حکومت سعی در این داره و کارگزاران حکومت در خارج از کشور، وزرای صادراتیش، روزنامه‌نگاران صادراتیش و بقیه، وزیر ارشاد سابقش آقای مهاجرانی، سعی دارن بگن که همه چیز تموم شد و حکومت بسیار موفق بود و شادمانی خودشونو پنهان نمی کنن. از قتل دختر نوجوان ایرانی نیکتا اسفندانی و بیش از 200 نفر دیگه ای که کشته شده. اما از طرف دیگه بسیاری بر این نظر هستن که خیر، تموم نشده، هیچ اتفاقی جز کشتاری که انجام شده و بسیار بسیار زشت، بسیار غم‌انگیز، بسیار آزاردهنده در طول تاریخ ایران، این جنبش و این جریان همچنان ادامه داره، چون آتش زیر خاکستر. تفسیر شما رو میشنم، چشمانداز رو چگونه میبینید با توجه به واقعیات موجود؟ خب یک جمله راجع به آقای مهاجرانی بگم. ایشون خودشون متهم هستن که در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای در اون زمان در مسئولیت دولتی که بودن اطلاع داشتن و کسانی هستن که شهادت دادن علیه ایشون. بنابراین ایشون باید خیلی مواظب حرفاش و گفتارش باشه، چون اون مسئله که در رابطه با جنایت علیه بشریت گفتیم که خب بنا به کیفیت دادگاه جنه بین المللی که فقط به جنایتهایی که بعد از 2003 انجام گرفته بودن میرسید، اما با وضع و تعبیر جدیدی که پیدا شده این مسئله اون که قبل از اون هم بوده در رابطه با ادامه اون جنایات در شرایط کنونی قابل تعقیب هست و ایشون هم خودشون یکی از متهمین هستن. خوبه که مواظب حرف زدناشون باشن. متاسفانه خب از چهرهای اصلاح طلبی که خود بنده، شما شاهد هستی، سالها از سیاست اصلاح طلبی در ایران دفاع کردم و اون رو راهی میدونستم برای برون اومدن از وضع موجود، متاسفانه این کار به اینجا کشیده که حالا آقای مهاجرانی و دوستانشون این حرفای فجیع رو میزنن در مقابل جنایات
حکومت. اما آقای براتی عزیز، همینجا یک سوال بکنم، آیا نمیشه مثلا تشکل‌های سیاسی ایران مثل تشکلی که شما هستی، شورای مدیریت گذار، یا تشکل‌های سیاسی دیگر با همدیگه اقدامی انجام بدن برای کسانی که به گفته شما جنایت کردن و نه به گفته شما تنها بر اساس اسناد و مدارک، همونطور که در زمان ترور قتل میکنوس اتحادیه اروپا خواستار برگردوندن سفراش شده بود که بعدها به کجا انجامید؟ نمیشه چون اقدامی کرد در مورد امثال مهاجرانی، در مورد کسان دیگه‌ای که تحت تعقیب هستن؟ چرا کوشش فراوانی در این جهت میشه. خب شما خبر دارید که آقای ایرج مصداقی بسیار در این جهت فعال بودند و هستند و ما کارهایی رو انجام دادیم یا میدیم، اما از اون جهت که ما هنوز به این که ما بتونیم اپوزیسیون رو زیر یک چتر فراگیر جمع بکنیم نرسیدیم، این وضع هنوز به اونجا نرسیده. ولی من علائمی از این میبینم که در این به خصوص دو هفته گذشته تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها گرایش به این سو نشون میدن که در این جهت که شما میفرمایید مشترکاً اقداماتی بکنن و این کار شدنی هست و من امیدوارم که به زودی انجام بگیره. برصورت چشمانداز این هست که ما باید بریم به سوی تشکیل کنگره ملی ایران که در اون همه جریانات سیاسی گذشته از اینکه چه خط و چه نظر و چی دارن بیان اونجا جمع شن، ابتدا به اصطلاح اختلافاشون رو با هم لازم نیست با هم در ابتدا همکاری داشته باشن، خط و خطوطشون رو با همدیگه روشن بکنن، اونهایی که با هم خیلی نزدیکترن کاری مشترک رو شروع کنن، اونهایی هم که خیلی نزدیک نیستن لااقل دشمنی نکنن. این جهتی است که الان داره طی میشه پیش به سوی تشکیل کنگره ملی. نه در مورد داخل ایران آقای براتی حرف نمی‌زنم، در داخل ایران خیلی کوتاه بفرمایید چه روند به کدوم سمت داره میره؟ همینه، در داخل ایران هم روند به همین سوی تشکیل کنگره ملی است. اونها هم سازمان‌ها، نهادها، جریاناتی که هستن در این بحث و گفتگویی که من خدمتتون عرض کردم همه به یک شکل دیگه، ما اون تقسیم بندی خارج و داخل رو در جهت رایی که باید بریم نداریم. و چشمانداز رویدادهای ایران به چه سمت و سوی است؟ آنگونه که حکومت میگه سرکوب شده و تمام شده و کارگزاران و حکومت در خارج، یا خیر آتش زیر خاکستر هست؟ چشماندازی که بشه در یک دقیقه تصویر کرد به ما چه خواهید گفت آقای ایجادی؟ آتش زیر خاکستر هست و مجدداً بار دیگر این حرکت‌های عصیانی خود رو نشون خواهند. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جامعه ایران یک جامعه پر از حسرت، پر از نگرانی، پر از استراب هست و این مکانیزم استبداد همه اینها رو زیر فشار در واقع چکمه ها نگه داشته است و به این خاطر هست ما پیوسته و در ادامه حرکتی که در سالهای اخیر وجود دارد نسبت به هیچ گونه اصلاح طلبی در ایران امید نبندیم، نسبت به افرادی مانند مهاجرانی ها و آقای عبدی ها و غیروزارک، اینها آنچه که میخواهند شرکت در همین نظام جمهوری اسلامی هست. پس بنابراین آنچه که امروز در این لحظه ترسیم شده با گفته ها و شعارهای در درون خیابون ها که نه به ولایت فقیه و نه به جمهوری اسلامی هست، بنابراین این پرسپکتیو از نظر حیات جامعه و اجتماع این هست که بیش از پیش ما در انتظار این باشیم که مجددا این عصیان ها دوبار خواهد نشست و از سوی دیگه جناح‌های مختلف نخبگان در داخل ایران و در خارج کشور باید تلاش بکنن نزدیکی های بیش از پیشی حاصل بشه و در گام نخست به جایی که از همه بگیم، من شخصا فکر بکنم باید تلاش بشه تمامی اجزا یعنی حزب و گروه هایی که تعلق خاطر به طیف سکولار دارن، چه جمهوری خواهش چه مشروطه خواهش، این بخش جمع بشه. سپاس بسیار داریم. مسئله اصلاح طلبی پیش اومد، اشاره شد به اصلاح طلبی، تردیدی نیست همونطور که آقای براتی اشاره کردن با صداقت کامل بودند هموطنان عزیز گرامی
از دیدگاه مختلف این رو یک راه و روشی میدونستن شاید به سرانجامی برسن، از پاکدلی خیرخواهی بوده انگیزه حرکتشون و تشخیص سیاسیشون و بعدها دیدن به نتیجه نمیرسه، راه و شیوه دیگه رو برگزیدن و هدف رسیدن به تأمین مصالح مردم ایران و کشور ایران بود. با کسانی که اکنون بسیاری از اونها باز با لوای اصلاح طلبی فعال هستند در دایره حکومتی بسیار متفاوت هست. ولایت مدارانی که تا بن جان حاضرن تیغ بر مردم ایران بکشن بسیار متفاوت هست. امثال حجاریان ها که از بنیانگذاران وزارت اطلاعات بودند یا کسان دیگری که در دایره حکومتی همچنان فعال هستند. راستار بقای نفس و ذات و اساس حکومت با رنگ و بزکی تفاوتی بسیار اساسی. سپاس از شما آقای جلال ایجادی در پاریس. با سپاس و سپاسگزار شما هستیم آقای براتی، آقای مهران براتی، دو مهمان گرامی برنامه. پی میگیریم تفسیر خبر رو با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. آقای مسعود سررشته، افسر عضو کمیته مشترک ضد خرابکاری در پیش از انقلاب، جویای این خواهیم شد اقداماتی که به دستور آیت الله خمینی و اطرافیان او در جریان انقلاب انجام شد، اقداماتی که امروزه خود حکومت برآمده از همان انقلاب من میکنه، رتب خورده منع رتب کی کنند، اقداماتی که آیت الله خمینی توصیه کرد، از آتش زدن سینما رکس گرفته تا رویدادهای دیگر. تا لحظاتی دیگر پس از گذری دوباره به گوشه ای از ایران در روزهای اخیر. آقای مسعود سررشته از طریق تلفن با ما هستند. درود و سلام به شما آقای سررشته. درود بر شما چالنجی عزیز. آقای سررشته، الان حکومت در حال این بحث هست که در تحمیل داره میکنه اعمال خشونت و کاربرد خشونت رو به مردم. گزمه های حکومت از فاصله های چند متری شلیک میکنن، باعث قطع شدن و همه اینها. شما وقتی قیاس میکنین با دوران پیش از انقلاب، به ما چه خواهید گفت؟ چه نتیجه‌ای خواهید گرفت در این زمینه؟ اعمال خشونت. من واقعا این یک هفته‌ای که این خشونت‌ها رو دیدم و این برخورد با مردم بیگناهی که هیچ گناهی نداشتن، واقعا اومدن میگن آقا ما بیکاریم، نون نداریم، گرسنه‌ایم، حالا بنزین هم گرون کردی، چطوری میتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم؟ با این شقاوت و بیرحمی بزنن بکشنشون با هلیکوپتر، با تبر مسلسل، نمیدونم هر وسیله‌ای که دستشون بود این مردم بیگناه رو زدن کشتن. وقتی من این تصویرها رو میبینم آقای چالنگی، به والله قسم عشق از چشمام سرازیر میشه. یک هفته است من شبا همش کابوس میبینم. من نمیدونم اینا چه آخه مقابل قیاس نیست. اینا نمیدونم چه دشمنی با مردم ایران دارن. این حکومت با مردم ایران چرا اینجوری تا میکنه؟ من این پیامی میخوام بدم اگر اجازه بفرمایید. حتما بفرمایید. من میخوام به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری، شهربانی، پاسداران، بسیجیان، هفته گذشته شما کاری کردید که دنیا رو تکون دادید. واقعا میگم با بی‌شرمانه، بی‌انصافانه زدید، کشتید. یکی از پاسدارا خودش گفت که روز اول انقلاب
آرامش بود، هیچ شلوغی و زد و خوردی پیش نمیومد، چون مردم مسالمت آمیز رو دارن بیرون. اینا دیدن که اگر مردم همینطور مسالمت آمیز بیان بیرون خب کاری نمیتونن بکنن. از فرداش برنامه ریزی کردن. برنامه ریزیشون این بود که بیان بزنن بکشن، آتیش بزنن بانک ها رو، نمیدونم خود دیگه همه دیدن دیگه چیکار کردن اینا. مردم در این زد و خورد ها و این دستر و خرابی ها به نظر من نقشی اگه داشته باشن 10% بیشتر نمیتونه باشه. اینا را تمام کار، یعنی من تو تلویزیون ها که نگاه میکردم، اینا تمام کار خودشون بود، انداختن گردن مردم. من میخوام به شما نیروهای مسلح، چون خود منم تو کارهای عملیاتی بودم، من در کمیته مشترک ضد خرابکاری به اصطلاح مربی تیمای عملیاتی بودم، والله قسم ما رفتارمون با مردم به طوری انقدر مسالمت آمیز بود، انقدر من اینایی که میبودن دورو ببینن، جناب چالایی، من اولین حرفی که بهشون میزدم، چون ما اسلحه هیچکی نداشت بعد از این جریانات به اصطلاح چریکای فدای خلد و مجاهدین که ایرانو واقعا به آشوب کشیدن، باعث و بانی انقلاب شدن، از اون کمیته که تشکیل شد به افسرها اسلحه دادن و که در مقابل اسلحه داشته باشیم. من اولین صحبت اینایی که میومدن با من کار بکنن به اصطلاح دورو ببینن، اول بهشون میگفتم آقا از این اسلحه سوء استفاده نکنید، مبادا از این اسلحه به شما غرور بده بخواید یه وقت کار خلافی بکنید. اگر با چریکی مجاهدی طرف شدید که اونا مسلح بودن، خواستن به شما تیراندازی بکنن، شما تیراندازی بکنید. من یکی دو تا مثال ساده به شما میذارم. ما رفته بودیم جلوی راه‌آهن، یه آقایی بود که از اهواز میومد، حالا جرمش چی بود نمیدونم، عکسش رو همه رو به ما داده بودن که باید دستگیرش میکردیم میبردیمش اداره. یکی از وقتی از راه‌آهن همه میومدن پایین، از پله ها میومدن پایین، این آقا رو ما شناسایی کردیم، یکی از افسرها بلند شد رفت، البته با لباس شخصی، منم از دور نگاه میکردم، یکی از افسرها بلند شد رفت جلوی این آقا و کارتش رو در آورد نشون داد. اون یارو نگاه خب بهش گفت که حتما بیایید باید بریم به مثلا اداره چی پلیس. اون آقا یه دونه مشت در تخت سینه این افسره که نشون میداد که نمیخواد چیز بکنه بیاد، تمرد میکرد. افسره اسلحه‌اش کشید، تا افسر کشید این طرف برگشت پشتش کرد دست زد به باسنش خب بزن اینجا. این افسر ما خب رفت تو فکر چیکار کنه جلو این مردم، این همه وایسادن تماشاچی و اینو بزنه که فردا پدر خودش در میارن دادگاهی و اخراج و زندان و این حرفا. گفت تو قابلی نداری که با اسلحه بزنمت. اسلحه‌اش گذاشت سر جاشو با یه مشت زد بهش و گرفت مثل برق دستش آورد عقب و دستان زد اوردش تو ماشین. این یه رفتار ما بود. شما نگاه کنید اگر اینا بودن با اون طرف چی کار میکردن. من خودم تو ماشین یک متهم چیلی که فدای خلق و سوار ماشین کرده بودیم داشتیم میبردیمش اداره باید سریع میرسوندیمش، این توران لغت زد به من. چجوری زد من نفهمیدم، با این که دستبند داشت سرم خود به شیشه کم بود ماشین چپ بشه. افسرهای ما شروع کردن به این مشت زدن و اینا. من فریاد کشیدم نزنید نزنید، این دستاش بسته است، هر کی دستش بسته است اصلا کسی حق نداره دست به این بزنه، چون نمیتونه از خودش دفاع کنه. ما هم با این آقا دشمنی نداریم، ما باید اینو تحویلش بدیم، کارمون این بوده و نذاشتم، کاری ندارم. یک مسئله دیگه الان ببینید آقای سررشته، آقای سررشته اجازه بفرمایید یک سوال من دارم، وقتمون کوتاست، امیدوارم فرصت بلندتری با هم باشیم در برنامه باشید. ببینید یک نفر رو همین فرد و در راهن بازداشت میکردید، به کمیته مشترک میبردید یا هر جای دیگه، تا اونجایی که شما اطلاع داشتید به طور کوتاه بفهمید اولین اقدامات چه بود؟ اولین اقداماتی بود که میرفت تو اتاق بازجویی، اتاق بازجویی میرفت ازش بازجویی میشد. ما مسئول بودیم که اینو تحویل بدیم، ولی خب میدونستیم چه پیش میاد. میرفت تو اتاق بازجویی باید جواب میداد، اگر جواب میداد یک دونه کوچکترین حتی یه دونه چک هم تو صورتش نمیزدن، امکان نداشت. خیلی مثلا آقای بخارایی که زد منصور نخست وزیر کشت، وقتی اووردن اونجا این وقتی حاضر شد به صحبت کردن خیلی راحت حرفاش زد، یک دونه چک هم نخورد رفت زندان.
کسانی که حرف نمی زدن، من نمیخوام کتمان کنم، کسانی که حرف نمی زدن آدم کشته بودن، رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری تیمسار زندیپور کشته بودن، تیمسار طاهری رئیس پلیس تهران ناجوانمرده اومده بودن آدرس میخواستن که با موتور که این آدرس ما نشون بده تیمسار از ماشینش پیاده بشه، اینا با گلوله میزنن مغزشه، آقای مفیدی بود، مفیدی نامی که بعدم خود من دستگیرش کردم، اینا خود میانه اونجا حرف نمیزنن، به اصطلاح مجبور میشن که اینا رو بالاخره شکنجه بکنن که بگن اسلحه از کجا بردن، از خونهشون کجاست، تیمشون کجاست، اینجوری رفتار میشد. من یه چیزی دیگه هم بگم، اجازه بفرمایید آقای سررشته، متاسفانه وقتمون تموم شد و فردا با شما خواهیم بود و ادامه خواهیم داد حتما بدون تردید. سپاس از شما آقای مسعود سررشته عزیز و دیدار و گفتگوی ما، ادامه گفتگو در برنامه فردا شب تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.